اعتراض به اعدام 5 زندانی، این بار از نوع اعتصاب. امروز سنندج و چندین شهر کردنشین ایران این گونه تعطیل بود. بیشتر موارد خب مغازه ها کلن تعطیل بود، غیر از مغازه هایی که مربوط به نانوایی و خدمات عمومی هست یا سوپرمارکت هستن که باید همیشه حضور داشته باشن. این اعتصاب عمومی یک روزه که در برخی شهرها مدارس را هم در بر گرفت به دعوت احزاب کرد بود. دعوتی که یکی از بزرگترین اعتصاب ها در مناطق کردنشین را رقم زد. بیش از 25 سال ما نداشتیم، یعنی جز یکی دو سال دو سه سال اول انقلاب رو بعد از انقلاب رو اگر مستثنا کنیم نزدیک به 3 دهه هست که ما یک حرکت اعتصاب عمومی به این گستردگی و به این سراسری رو در کردستان نداشتیم. اعدام زندانیان سیاسی کرد در ایران پیشتر هم رخ داده و اعتراض‌هایی هم به آنها صورت گرفته، اما اعتصاب عمومی سالهاست که برپا نشده. چند تا عامل برمیگرده، یکی اینکه کلن فضای سیاسی ایران در یک سال اخیر فضای متفاوتی است، فضای اعتراض و فضای جنبش دموکراسی خواهی که در سرتاسر ایران هست به نظر من خیلی مؤثر بوده و زمین ساز بوده. گذشته از اینا این اعدام ها بسیار ناحق بوده، البته همه اعدام ها محکوم هستند، حتی برای کسانی که مجرمان واقعی باشن از نظر من معهازا خیلی بیگناه و مظلوموار بودن. هرچند اعدام ناگهانی این 5 نفر در ایران و خارج از ایران این روزها سر و صدای زیادی به پا کرده، اما قوه قضاییه ایران هنوز پاسخی به پرسش های برانگیخته شده از این اعدام ها نداده. اینکه چرا اجرای حکم بدون حضور وکلا بوده، خانواده هایشان خبر نداشتند و حتی در مورد بعضی از آنها پرونده هنوز نهایی نشده بوده. نگین شیراقایی، بی بی سی.